سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 ماه قوس سال 1396 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. نگرانی خانواده های آموزگاران بازداشت شده مکتب های افغان ترک. ما میخواهیم که از رئیس جمهور که اعلام بتن را پدرم هیچ گناه نداره، هیچ کار بد نکرده. احتمال انتقال جنگ افزارها و هواپیماهای پیشرفته آمریکایی از جنگهای عراق و سوریه به افغانستان. هر تیاره ای که هلیکوپتری که برای تخبیه اردوی ما ضرور باشد، اونا را حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا تهیه خواهد کرد. افغانستان دومین قربانی دهنده از ماین ها و مواد منفجر ناشده. برنده شدن یک دختر دانشجوی افغانستان در یک رقابت میان دانشجویان 100 کشور جهان در هند. و رد اتهام مداخله روسیه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایالات متحده از سوی ولادیمیر پوتین. و شروع خبرها. خانواده های آن آموزگاران مکتب های افغان ترک در بند امنیت ملی به سر می برند. از بی سرنوشتی این آموزگاران سخت نگران هستند. این خانواده ها و مسئولان مکتب های افغان ترک آموزگاران بازداشت شده را بیگناه می دانند. بس حکومت افغانستان می خواهند کانون را نباید به ترکیه بسپارد. حکومت افغانستان و ترکیه هیچ توافق درباره سپردن شهروندانشان به یکدیگر ندارند و نیز دو تن از این آموزگاران به دفتر سازمان ملل متحد در کابل درخواست پناهندگی دادند. حکومت در باره بازداشت و سرنوشت این آموزگاران و نیز سرنوشت رئیس رستوران ترکی چیز نمیگوید. و ما این آموزگاران کیستند و در افغانستان چی میکنند؟ در این گزارش کریم امینی ببینید. خانواده سه نفری یلماز آیتین هماهنگ کننده برنامه های آموزشی مکتب های افغان ترک بیش از 50 ساعت است که از سرنوشت وی هیچ خبری ندارند. این آموزگار ترک 14 سال پیش با همسرش به افغانستان آمد و دخترانش مریم و عایشه در کابل به جهان آمدند. از زمانی که او را بردن تا کنون هیچ اطلاعی درباره وی نداریم. اجازه وکیل گرفتن هم به ما داده نشده است و گناهش هم هنوز روشن نیست. اگر او را به ترکیه بفرستند در آنجا عدالت اجرا نخواهد شد. یلماز آیتین 43 سال است و به دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در کابل درخواست پناهجویی داده است. ما میخواهیم که از رئیس جمهور که اعلام بتن را پدرم هیچ گناه نداره، هیچ کار بد نکرده. افزون بر یلماز آیتین، اوندر آکوشچی، یونس دمیرچی شهروندان ترکیه و مسعود وردک شهروند افغانستان 4 آموزگار مکتب های افغان ترک هستند که در بازداشت امنیت ملی به سر میبرند. اوندر آکوشچی 29 سال است. 3 سال پیش با خانوادهش به کابل آمد و اکنون در مکتب های افغان ترک ریاضی درس می‌دهد. آقای آکوشچی نیز در دفتر سازمان ملل متحد در کابل درخواست پناهجویی دارد. یونس دمیرجی 32 سال است. 5 سال می‌شود که در مکتب‌های افغان ترک فیزیک آموزش می‌دهد. خانواده وی نیز در کابل هستند. این امر بدون شک سر روحی همه تاثیر می‌کند و همه احساس ناامنی می‌کند.
سامی یاوس از دیگر بازداشت شدگان از سوی امنیت ملی است. وی رئیس یک رستوران ترکی در مکرویان کابل است. با این هم امنیت ملی تا کنون درباره بازداشت این آموزگاران هیچ چیزی نگفته است، اما سند به دست آمده است که نشان می‌دهد دادگاه در ترکیه حکم بازداشت سامی یاوس رئیس رستوران ترکی را صادر کرده است. شخصی که به عنوان پناهنده سیاسی در یک کشور حضور می‌یابد، کشور به اصطلاح کشور ساکن حق از سپردن ازیر مطابق قواعد بین‌المللی به کشور متبوعش ندارد. گفته می شود اگر این افراد به حکومت ترکیه سپرده شوند، کار خواهد بود که در تاریخ کشور پیشینه ندارد. افغانستان حتی در پایان جنگ جهانی دوم حاضر نشد که دیپلمات‌های آلمان نازی را به فاتحان جنگ بسپارد. ارتش ایالات متحده از احتمال انتقال نیروها و جنگ‌افزارهای بیشتر از جنگ عراق و سوریه به افغانستان سخن میزند. یک نظامی بلندپایه نیروهای هوایی امریکا میگوید که در این باره گفتگوها جریان دارند. انتقال هواپیمای‌های جنگی ایده یکی از بخش‌های این برنامه گفته شده، اما با گفته این نظامی امریکایی تا کنون در این باره تصمیم گرفته نشده. در همین حال وزارت دفاع افغانستان گفته که هرگاه نیروهای امریکایی از هواپیماهای پیشرفته‌تر در جنگ این کشور کار گیرند، کابل از این تصمیم استقبال خواهد کرد. صمیم فرامرز گزارش می‌دهد. 16 سال پس از آغاز جنگ که اکنون پایانش ناپیداست، از احتمال شعله‌ورتر شدن جنگ سخن به میان می‌آید. با گفته یک نظامی نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان، ارتش آمریکا و حکومت افغانستان در حال گفتگو درباره احتمال انتقال نیروها و جنگ افزارهای آمریکایی از عراق و سوریه به افغانستان هستند. گفتگوها درباره این که کدام نیروها از عراق و سوریه شاید انتقال یابند ادامه دارند. این مسئله مشروط بر این است که در عراق و سوریه چی رخ می‌دهد و در اینجا چی چیزی اتفاق می‌افتد. درباره انتقال هواپیماهای ایده تا کنون تصمیم نگرفته‌ایم. ایده دارای جنگ افزارهای سنگین و موشک‌هایی که با اشعه لیزر راهنمایی می‌شوند. هواپیماهای ده آذرخش پیش از این نیز در افغانستان به کار رفته است. هر طیاره‌ای که هلیکوپتری که برای تقویه اردوی ما ضرور باشد، اونا را حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا تهیه خواهد کرد. پس از اعلام راهبرد تازه آمریکا برای آسیای جنوبی، نیروهای هوایی این کشور در حمله‌های هوایی اش در افغانستان از هواپیماهای F-22 B-52 و F-16 کار گرفته است. طیارات F-16، طیارات B-52 و انواع از اینا تلفات ملکی را به بار میاره. با این همه به گفته ارتش آمریکا در حمله های هوایی در یک ماه گذشته در هلمند 25 آزمایشگاه مواد مخدر طالبان به ارزش 80 میلیون دلار نابود شدند. افغانستان دومین کشور قربانی ماین‌ها در جهان است. یافته‌های یک گزارش جهانی سازمان لند ماین مانیتور نشان می‌دهند که افغانستان پس از یمن دومین زیان دیده از ماین‌ها است. بر بنیاد این گزارش در افغانستان هنوز هم هر ماه نزدیک به 100 تن در انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری دیگر جان‌هایشان را از دست می‌دهند. در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی در حدود 2000 تن در انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری در افغانستان معلول شدند. مسعود انصار گزارش می‌دهد. یافته‌های نهاد لند ماین مانیتور که از سوی پیکار جهانی ضد ماین به روز پنجشنبه در کابل پخش شدند نشان می‌دهند که افغانستان هنوز هم با خطرهای هولناک ماین‌ها روبرو است. قربانیان ماین در افغانستان نسبت به سال گذشته که 1310 نفر بود، امسال به 1943 نفر رسیده که یک تعداد 633 نفر قربانیان بالا رفته. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، ادامه جنگ در کشور تهدیدهای برخواسته از ماین‌ها و مواد انفجاری را بیشتر ساخته است. پروگرام ماین پاکی افغانستان از شروع کار خود توانسته که در حدود 800 هزار ماین ضد پرسنل و در حدود 30 هزار
30,000 حلقه ماین ضد تانک و در حدود 800 ماین های کنار جاده را اینا خونسازی کنند. هرچند بخشی از مواد انفجاری در افغانستان بازمانده های مهمات نیروهای آمریکایی هستند، اما واشنگتن بر پاکسازی این مواد انفجاری تاکید می‌ورزد. در سال 2016 میلادی نزدیک به 200 پروژه ماینروبی را در افغانستان تکمیل کردیم. این برنامه‌ها به بهبود جامعه کمک می‌کنند. آمنه اعظمی یکی از آسیب دیدگان ماین‌های کنار جاده است. زمانی که مثلا پایم قطع شد یک مدت زمان را مدت 1.5 سال مده بستر بودم. حدود 3 دهه از کار و فعالیت نهادهای ماینروبی در افغانستان میگذرد، اما گفته میشد هنوز هم زمینهای زیادی در افغانستان با ماینهای کنار جاده و همچنان مواد منفجر ناشده مملو می باشد. علت هایی که هنوز هم این ماینها و همچنان مواد منفجر ناشده از شهروندان کشور قربانی میگیرند، گفته میشود که کمکاری نهادهای ماینروبی و همچنان ادامه جنگ در افغانستان است. مسعود انصار، طلوع نیوز. کمیسیون مشغل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر حکومت تا 4 روز آینده عضو کمبود این کمیسیون را معرفی نکند، هیئت اداری این کمیسیون انتخابات داخلی را برگزار می‌کند و یک تن را به حیث رئیس کمیسیون مشغل انتخابات برمی‌گزیند. یک کمیشنر کمیسیون مشغل انتخابات می‌گوید که کمیسیون مشغل انتخابات و روند انتخابات در اولویت کارهای حکومت افغانستان جا ندارد. از سوی هم در حالی که حکومت افغانستان میگوید که برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات کمیته گزینش کارش را آغاز کرده، اما کمیته گزینش این گفته ها را نادرست میداند. شریف امیری گزارش میدهد. زمان برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات از سوی حکومت شتابان در گذر است. و چنان که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید، حکومت برای این گزینش تنها 4 روز فرصت دارد. مصمم هستیم که تاریخ 27 قصد صورت که عضو جدید کمیسیون معرفی نشه به خاطر پیشبرد امور و خاصتاً انتخابات، آنچه که مکلفیت قانونی کمیسیون است، باید از بین اعضای موجود یک نفر به حیث رئیس انتخاب کنیم. در جمهور رئیس در حکم سرسام در غراوی کمیته کار کوي، د هغوی د کار په نتیجه کې به یو کمبود کمیشنر کمیسیون ته معرفي کیږي. تر هغه وروسته ممکنه ده چې په کمیسیون کې ټاکنې وسی تر څو رئیس یې وټاکل سي. اما اعضای پیشین کمیته گزینش میگویند که هیچ کار برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون انجام نشده است. یکی از اعضا در بستر مریضی است خارج از کشور و کار هم آغاز نشده. این مورد هنوز یک بنبست حقوقی در راه ایجاد از کمیته وجود داره و حکومت نتانسته که او را حل فصل بکنه. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات کمکاری ها و بیمهری های حکومت را در برابر کمیسیون مستقل انتخابات و روند انتخابات چنین فشارده می سازد. شاید لست آجندای موضوعات متعدد و مشکلات مملکت بسیار طویل است و احتمال داره که انتخابات در اون لست در اولویت ها قرار نداره. اما نهادهای ناظر انتخابات به این باور هستند که با توجه به دودستگی ها در میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و نیز فشارهای حکومت بر این کمیسیون، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نخواهند توانست که پس از 4 روز کسی را به حیث رئیس این کمیسیون برگزینند. برخ از منابع حکومتی میگویند که قرار است یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تا روشن شدن سرنوشت رئیس دبیرخانه این کمیسیون، مسئولیت ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را نیز بر عهده بگیرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار بی‌خبری میکند. با گذشت 3 سال از وعده رئیس جمهور برای انتخابی شدن شهرداری ها، حتی شهرداری پایتخت سوی سرپرست اداره می شود. رئیس جمهور غنی در پیکارهای انتخاباتیش تعهد سپرده بود که هرگاه رئیس جمهور شود در 3 ماه صلاحیت های شهرداری کابل را افزایش می دهد و نیز تمامی شهرداری ها را انتخاباتی می سازد. انیسه شهید در این باره گزارش آماده ساخته. ما چوروالی را دوباره به شاروالی مبدل می کنیم. رئیس جمهور غنی 3 سال پیش در پیکارهای انتخاباتیش، هنگامی که برنامه های اقتصادیش را به مردم ارائه می کرد، از انتخابی شدن شهرداری ها به ویژه شهرداری کابل سخن زد. پلیس نداره، آب زیر کنترلش نیست، ترافیک زیر کنترلش نیست، برق زیر کنترلش نیست، بدرفت زیر کنترلش نیست. ما صلاحیت های شاروالی ها را به صورت عموم و شاروالی کابل را به صورت
اساسی در ظرف 3 ماه تغییر خواهد داد. اکنون که 3 سال از این تعهدات می گذرد، شهرداری کابل از سوی سرپرست اداره می شود و وضع پایتخت این گونه است. پیسه ما را خود می گیرند به نام شاروال، به نام صفایی، اما وقت صفایی را برای ما طالع عرضه نکرده. رانندگان و باشندگان پایتخت از کار آهسته بازسازی جاده ها انتقاد می کنند. همچنان در جاده هایی که کار جریان داره یک اشاره گذاشتن نشده تا راننده ها بفهمند که اینجا کار جریان داره و از رو رفت و آمد نکنند. شاروالا میمانه وقتی که زمستان شد باز کارش شروع میکنه. سپردن مسئولیت های پلیس ترافیک از وزارت امور داخله به شهرداری کابل نتوانسته است مشکلات شهر را کمتر بسازد. مریض خداوروسی در موتر ما تلف داده. هیچ کس نیست پرسان کنه، باخصاص کنه. خلق به تکلیف دیدل در جراجی سو که در سل پی کرایی نو تاقه سر پر 200 پی بیایی. اعضای شورای ولایتی کابل و نهاد خدمتگزاران کابل رئیس جمهور را بحث شکنی متهم می سازند و می گویند که فساد در شهرداری کابل بیداد می کند. یکی از اهداف رئیس های جمهور ای بود که حلقات مافیایی را از بین ببرد. مگر برعکس، با تقرر شاروال جدید که سرپرست بود، فرهنگ سرپرستی پیاده شد که مدت بالاتر از 17 ماه سرپرست قرار بود. برای این نهاد بسیار مهم مردمی انتخابات را راه اندازی میکرد، اما برخورد سلیقه‌ای و برخورد سودجویانه کرد. دیدگاه ریاست جمهوری را در این باره گرفته نتوانستیم. به یک دختر دانشجوی افغانستان در هند در یک رقابت میان دانشجویان خارجی از 100 کشور جهان مقام نخست را به دست آورده. مرضیه رها رحمانیار دانشجوی سال آخر دوره ماستری در رشته مطالعات زنان در دانشگاه پونه هند است. این دختر افغان پس از سپری کردن چندین دوره آزمون رقابتی توانسته با پیشی گرفتن از دانشجویان 100 کشور جهان در هند به حیث دانشجوی برتر سال 2007 میلادی شناخته شود. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتهام مداخله مسکو را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا رد میکند. او میگوید که دیدار دیپلماتان خارجی با اعضای از ستاد انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری یک کار عادی است. پوتین در نشست خبری سالانه‌اش میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور همچون یک نامزد مستقل شرکت خواهد کرد. در همین حال پوتین میگوید که در رقابت تسلیحاتی با ایالات متحده دخیل نخواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری سالانه‌اش با خبرنگاران روس و کشورهای دیگر میگوید که مخالفان حکومت او چیز بسیاری برای مردم ندارند و از همین رو او در انتخابات سال آینده شرکت خواهند کرد. من نامزد مستقل خواهم بود، اما امیدوارم که احزاب مخالف که با من هم نظر هستند از من پشتیبانی کنند. انتظار دارم که پشتیبانی مردم هم گسترده باشد. در همین حال پوتین اتهام مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده رد می کند و دیدار سفیر روسیه را در واشنگتن با مقامهای بلند پایه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ یک کار عادی می داند. او می گوید که مسکو درگیر رقابت تسلیحاتی با واشنگتن نخواهد بود. روسیه به توصیه ارتشش توجه خواهد کرد، اما درگیر جنگ تسلیحاتی با ایالات متحده نخواهد شد. ما با پیمان کاهش جنگ افزارهای راهبردی با ایالات متحده نیز متعهد خواهیم ماند. این در حال است که در دیدار مقامهای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن انتقادهای بسیاری را در ایالات متحده برانگیختند. تا کنون چندین تن به شمول مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ در پیوند به این رویدادها از مقامهایشان کنار رفتند. بعد از خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این هم چند خبر اقتصادی.
وزیر مخابرات برای جلوگیری از بروکراسی و فراهمسازی سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بر برقی‌سازی خدمات همگانی تاکید می‌ورزد و می‌افزاید که پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در بخش پایبند نوری براه انداخته شدند که با عملی شدن آنها تغییرات گسترده‌ای در بخش فناوری‌ها در کشور به میان خواهند آمد. از سوی دیگر، اتاق تجارت و صنایع با انتقاد از بلند بودن بهای اینترنت از وزارت مخابرات میخواهد که از شرکت هایی که در بخش فناوری ها سرمایه گذاری می کنند پشتیبانی کند. حیدر شاه امید گزارش می دهد. همایش برای توسعه بازاریابی دیجیتالی و بازرگانی آنلاین در کشور. در اوضاعی که تنها کمتر از 30% جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند، آن هم به اینترنت با بهای بلند و کیفیت پایین، شرکت های زیاد برای دستیابی به هدف هایشان خدمات آنلاین و دیجیتالی را برا انداختند. وزیر مخابرات میگوید که دلبستگی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات و فناوری اطلاعاتی زیاد است و نیاز است که حکومت سهولت های را برایشان فراهم کند. هر څوک ستړي دي د امضا بازی څخه مکتوب بازی څخه نو دي دپاره مو یو د اسان خدمت په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې د وزارت څخه مخکې د مسؤول وم. زه اسان خدمت یو نوی فکر دی او غواړو چې دا څومره عامه خدمتونه دي، خصوصا د سرمایه ګذاران دپاره، د پرایویټ سکتور، د خصوصي سکتور دپاره کارونه ټول باید اسانه کړل شي. در این همایش رسانه ها و سایت ها و شبکه های گوناگون اینترنتی از مهمترین ابزارهای بازاریابی دیجیتالی در کشور گفته می شوند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که شرکت ها در استفاده از اینترنت برای بازاریابی و ارائه خدمات با چالش های زیاد روبرو هستند. اینترنت دومره قیمت دیزه به تاسو ته وایم دا اوس زموږ سره چې شاګردان په تماس کې دي، هغه سره چې یو شاګرد هغه نسی کولای یا به پلار خامخه او د تعلیم کچه تقریبا د ټولو پورې هغه په ټلیفون کې کیږي یا د ډیجیټل یا د انټرنیټ د جوړې څخه کیږي چې تقریبا اوس د هر چا لاسرسی و انټرنیټ ته نسته. از سوی هم نمایندگان بانک‌های خصوصی میگویند که بانک‌ها در استفاده از فناوری در کشور برای بازاریابی و ارائه خدمات پیشتاز هستند. مشتریان می توانند داد و ستدهایشان را به کمک تلفن های همراهشان و یا هم با کمپیوترهایشان انجام دهند، چون این برنامه های پرداخت های آنلاین را ساده تر می سازد و پرداخت های غیر نقدی را در افغانستان ترویج خواهد نمود. بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات در حال حاضر 8 میلیون جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند و در کنار 6 شرکت بزرگ مخابراتی 50 شرکت دیگر در بخش خدمات اینترنتی سرمایه گذاری نمودند. وزیر مخابرات ارزش سرمایه گذاری ها در بخش مخابرات و فناوری اطلاعاتی را در کشور 3 میلیارد دلار می گوید و می افزاید که تا سال 2020 میلادی این رقم به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. بورد کرکت کشور امروز تای نشست با نمایندگان رسانه ها و شرکت های حمایت کننده مالی این اداره پروگرام های سال آینده میلادی خود را شریک کرد و خواهان همکاری همه جنبه آنان شد. که دایسی منگا دی یا بلغت هیواد نیوزیلند تست لوبو تا کربانه و سیگو او همدارنگا تاسو خبر وارد هندوستان و منگا پلومړی ځل موږ خپل لومړی ټیسټ سیالي د هندستان د ملي لوبډلې سره ترسره کوو. د خپل تجارت د مخ ته وړلو لپاره د هغې د اشتهار لپاره ډېرې ضروري دي. دا نه دا چې د هغې کمپنۍ اشتهار کیږي، بلې خپل ملک ته افتخارات راوړي دا خلک. قرار است ملي پوشان کرکت کشور در ماه فبروری سال 2018 میلادي در 3 دیدار 20 اوره و 5 دیدار یک روزه از تیم ملی زیمبابوه در امارات متحده عرب میزبانی نماید و همچنان کرکت بازان کشور در سال آینده میلادی در رقابت های جام آسیا، رقابت های رایابی و جام جهانی 50 اوره و در 8 دیدار از تیم ملی بنگلادش در هند میزبانی خواهند کرد. چند تصویر از ریزش برف امروز در کابل را ببینید. خدا نگهدار. Thank you.